اینم که ضبط خب خیلی خب سلام من آلینم جوارچی و خوش اومدین به اپیزود سفر پادکست دیر وقت والا گفتیم دیر وقت به خاطر اینکه من نمیخوام کانسپت خاصی داشته باشه چون واقعا هم نداره یه قدم بیام عقبتر تر اصلا دلیلی که گفتیم یه پادکستی درست بکنیم اینه که اینکه که من میگم گفتیم من و بچه که باشون ساز میزنم شایان و امیر هومن که رفیقای خیلی قدیمی هم هستیم به غیر از اینکه بند میتیم رفیقای سعیمی هم هستیم که با هم دیگه بالا پایین زیاد داشتیم و الان یکیمون شایان از ایران رفته ما اکثر اوقات داریم با هم دیگه ویدیو کاری صحبت می کنیم خونه من و امیر هومر هم از هم دیگه خوب فاصله داره واسه همین ما هم اکثر اوقات میایم تو ویدیو کار فقط دیگه تایم هایی که مثلا سازینا اینا میزنیم و یا اینکه با هم دیگه مثلا کمتر رازم میشه بریم پیش هم دیگه اون تایم میایم که میخوایم هنگ بکنیم خیلی وقتا میایم ویدیو کال شایان هست هر با همون جاییم و این تایمه معمولا میفته واسه یه ده دوازده اینا به بعد همین الانم هم که خدمت شما هستم یک و بیست دقیقه صبح که تا از الان شان و امیر هومن اون طرف هستن من آمدم اینجا برای اپیزود صفر پیش شما باشم یه سری چیزایی که تو فکرمه رو بهتون بگم پیش زمینه تا بعد که میریم سراغ اپیزود اول و قشنگ دیگه شروع میکنیم شما هم یه ایده کلی داشته باشین اونجا دیگه من نیام بگم این این, این جوریه، اون این جوریه الان میگم که اونجا دیگه مستقیم بریم تو خلاصه که اینا همش دیر وقت اتفاق میفته یعنی دوازده اتفاق میفته بعد گفتم که مثلا پادکست امیر ایزت که من رفتم و اسمش میدنایته برای همین میدنایت و نصف شب نمیشد بذارم برا همین اومدم گفتم دیر وقت در واقع اول گفتم خب میدنایت نه لیت نایت و اینطوری شد که مثلا دیدین این مثلا لیت نایت with مثلا بچه هایی که معروفن جیمی فعلن و کونن و نمیدونم این بچه ها اون لیت رو برداشتم و کردم دیر وقت با علینه سلام علیکم نه حالا ولی همین فقط دیر وقت ام و اینکه دیگه خلاصه که نخواستم کانسپت خاصی بگیره به خاطر اینکه واقعا هم این مکالمه مهمه این ام چی اینو, اینو, داشتم میگفتم که ما با هم دیگه صحبت دائما در حال صحبت کردن و ویدیو کال کردن و ایناییم و از اونجایی که هم دوستای خیلی قدیمی هستیم هم بند میتیم با هم دیگه رسیدیم به یک مدلی از شناخت از هم دیگه که میتونیم خیلی منظورمون رو با درصد دقت بالایی منتقل بکنیم به هم دیگه یاد گرفتیم به همدیگه چجوری گوش بدیم یاد گرفتیم چجوری باید با همدیگه صحبت بکنیم اگر یه موضوعی برای یکیمون حساسه یاد گرفتیم چجوری بیانش بکنیم که نه تنها تریگر نشه بلکه خیالش هم راحتر شه و مثلا چه میدونم اگر توی جای قویه سعی کردیم حواسمون باشه که خودش آگاه باشه از اون نقطه قوتی که داره و مثلا چه میدونم چیزای این شکلی بین خودمون یه اعتمادی به وجود اومده که این خیلی چیز نایابیه برای اینکه آدم ببینه میدونی چی میگم واسه همین تصمیم گرفتم اینو مثلا اگر بخوام پادکست و اینو بکنم به این دلیل در واقع میکنمش نه به خاطر اینکه ما آدمای مثلا خاصی هستیم که حرفمون ارزشمنده و اینا ارتباط بینمون جالبه و خیلی پیسفوله این پیسفول بودنه رو دوست دارم که به اشتراک بذارم همه یه نکتش اینه که ما میتونیم سکوت کنیم با ذهن باز صحبت طرف مقابلمون رو گوش بدیم خودمون رو بذاریم جای اون سعی کنیم درک کنیمش و بعد مکالمه رو پیش ببریم و این کار رو با همدیگه دائما میکنیم حالا جالبیش اینجاست که با همدیگه نقاط مختلف نقاط اختلاف خیلی زیادی هم داریم از نظر طرز فکری جهانبینی نمیدونم همه چیزهای مختلف حتی موزیک تا اصلا زندگی اون که به کنار تو موزیک هم دوباره کلی با هم دیگه تفاوتهای زیادی داریم نقاط خیلی زیادی رو مختل... مخالفیم با هم دیگه ولی ام... کو اگزیست میکنیم در کنار همدیگه هستیم تو یک بند موزیک میزنیم هر چارتایی کنار همدیگه دیگه میدرخشیم نقاط قوتمون رو نشون میدیم و سعی میکنیم نقاط ضعفمون رو با نقاط قوت همدیگه به یک تکاملی مثلا برسونیم و اینا. خلاصه که این نوع ارتباط ما و نوع مکالمه کردنمون به نظرم اون چیزی بود که جالب بود و قابل ارائه بود تحت عنوان پادکست به خاطر اینکه شاید یه خورده من احساس میکنم که مثلا لازمه الان که آدمای خورده مکالماتشون رو با همدیگه جدی تر بگیرن حالا نظرمه دیگه ماجرا همینه آها ماجرا در, در... در کل ماجرای پادکستمون قرار همین باشه که من نظرمو میگم و نظرم ب... به کسی زور نمیکنم و همه هم اجازه دارن که نظراشونو بگن میدونی یه تمرین شنیدن نظرات مختلف شاید این چیزیه که بین من و شان و امیر هومن و بچه های دایره صمیمی خودمون بیشتر اتفاق میفته در کنار این موضوعاتی هم اگر اتفاق میفته که دوست دارم راجبشون بیشتر بدونم ممکنه اگر کسی از بچه ها هستش که راجب اون موضوع میتونه بیاد و یه مکالمه خیلی جالبی با من داشته باشه دعوت میکنم بیاد و مثلا حتی ممکنه یه سری اپیزود راجب موضوعات و مشخص صحبت بکنیم مثلا ام ولی ام یعنی کنجکاوی هایی بکنیم که اونا خب خیلی کیف میده و سر جاشه و اینا اصلا یکی دلایلی که من دارم اصلا پادکست درست میکنم اینه که من کانتنت طولانی دوست دارم کانتنت مثلا یه ساعت یه ساعت و نیمه دوست دارم به خصوص برای همین مثلا شبا و اینا مثلا وقتایی که ویدیو کاری نداریم و اینا مثلا خودمون هستیم یا مثلا برای وقتی که بازی میکنم یا کار خاص اینطوری دارم میکنم خیلی دوست دارم که یه چیزی بذارم بک‌گراند پلی و خب مثلا پادکست مستی و راستی کینگرام به هم نشون داد که مخاطبا الان ظرفیتش رو دارن که آدم بتونه بیاد و مثلا صحبتش رو بکنه و مثلا دفعه اول نباشه که یه سری چیزها رو میشنون یا نظر مخالف میشنون یه چیزای این شکلی مثلا خلاصه که خود پادکست رام فکر کنم خیلی کمکم کرد که راحت تر اینو رانش بکنم و مثلا درستش بکنم و اینا و یه این مدت داشتم فکر میکردم که اسمشو بذاریم یه مدت قرار بود اسمشو بذاریم کامن سنس یه مدت قرار بود اسمشو بذاریم پارادایم و بعد نهایتا رسیدیم به این ماجرا که اصلا نبا بابا اصلا خبری نیست که ما که چیز خاصی نداریم برای ارائه یعنی موضوع اینه که ما که گوه خاصی نیستیم پس بذار فقط بگیریم همون زمانش رو مشخص کنیم و روی کردینه که نهایتا میخوایم بشینیم مزخرفای خودمون رو بگیم دیگه حالا اگر برای کسی جالب بود گوش میده دیگه نمیدونم امیدوارم که آدم گوش بدن حالا این روابط انسانیه که دارم راجبش صحبت میکنم که بین خودمون میگم به نظر میرسه که بینی به نظرم میرسه که قابل ارائه است این در وهله بعدی پشت سرش بلافاصله اون منتال هلثه هست دیگه یعنی در نهایت گریتر گود ما یا تصویر بزرگتری که برای خودمون در نظر داریم اون, اون سلامتی منتال هلث است که این ارتباط داشتنه یه بخش خیلی مثلا بزرگی ازشه این ارتباط انسانیه که صادقانه وقتا خیلی وقتا شاید خیلی از بچه ها خب نداشته باشن اینا رو دیگه برای همین شاید توی این مکالمه هایی که ما با هم دیگه می چیزای جالبی باشه برای بچه ها که کمه کم کم حوصلهشون سر نره و اگر در راستای اون منتال هرثه بتونید بتونه تأثیری روی مخاطب بذاره که دیگه ما هم اصلا کارمونو کردیم راضی زیاد توی اپیزود بعدی من شروع میکنم اول دونه دونه بچه ها رو میارم که شما ببینین و یه خورده باشون آشناشیم یه سری مکالماتی با بچه بند داشته باشیم دونه دونه بعد شروع میکنیم یه خورده راجب مباحثی صحبت میکنیم که ما خودمون بین خودمون مخالفت هایی وجود داره بینمون و بعد سعی میکنیم اینا رو حل بکنیم و به درک متقابلی مثلا برسیم و ببینیم چی برای رشد خودمون لازمه برداشت بکنیم و مسیر پیشرفت رو ادامه بدیم کنار هم دیگه ماجرا اینه که مثلا یکی از چیزهایی که ما درگیر این بیفش شدیم با هم دیگه این ماجرای استرولوژی ورسس ام دیدین یه چیز اینطوری وجود داره کلا تو فضای مجازی و اینا ولی ماجرا اینطوری بودش که من خودم به خاطر تجربیاتی که داشتم بیشتر کشیده شده بودم سمت استرولوژی به شکل ستاره شناسی و ستاره نگاری میگن یه سیستمی هست بنامه جیوتی شرقیه من داشتم اون, اون, اون داشت خیلی من رو تحت تاثیر قرار میداد از جهت شناختن خودم و شناختن بقیه و شایان هم داشت از طریق MBTI خیلی خودش رو میشناخت و بقیه رو میشناخت و ما توی تینیجری به خصوص مثلا راجع به این خیلی آگیومنت همون بالا میگرفت و این یکی از نقاط اختلافی بود که مثلا ما شایان داشتیم و و کاری که تصمیم گرفتیم بکنیم اینه که در طی یه سری از همین پادکست ها بیایم شروع بکنیم اون تست معروف MBTI رو دیدین که تو وبسایت هست انجام میدیم 16 تا پرسونالیتی تایپ شخصیتی داره و اینا به عنوان یه کسی که اصلا هیچ ایده ای نداره میاد با این وبسایت آشنا میشه و اون تست رو میده و شایان به خاطر اینکه خیلی مطالعه کرده راجع به این موضوع میتونه شروع کنه دونه توضیح, دادن دونه دونه که اون سوالا هر کدومشون منظورش چیه و بعد نهایتا اون نتیجه که بهت میده هر کدوم از اون حرفا یعنی چی چطور استفاده میشه براش و اینا حالا به موقعش بیشتر ساعتش رو میکنیم و بعد در ادامه ما سعی میکنیم که راجع به اون سیستم جیوتیشه صحبت بکنیم که اونم باز دوباره میرسه به همین که آدم ها یه سری کتگوری میشه قرارشون داد و همون مثلا نقاط شباهتشون رو پیدا بکنیم چون نهایتا ما متوجه این موضوع قبل از همه چی میشیم که ما یک موضوع رو داریم میبینیم فقط یکی داره از این طرف میبینتش یکی داره از این طرف میبینتش درسته که ما کاملا مخالف همین ولی به جای اون ریاکشن عصبانیته باید عصبانیت از قبول نکردن حرف طرف مقابل میدونی به جای اون باید یعنی یاد گرفتیم کاری که بکنیم این باشه که قشنگ هم یه بار کلا بذاریم خودمون رو جای طرف مقابل ببینیم چی میشه چقدر میکسنس میکنه برامون چقدر میتونیم خودمون بفهمیم چقدر میتونیم درک کنیم یعنی بگیم اوکی من نمیفهمم ولی اینو میفهمم که تو برات کار بکنه و ارتباط برقرار کنه احترام میذارم به میدونی درک کردن و اینکه فهمیدم یه وقتی یعنی از که تو میگی وا اصلا فهمیدم چی شد میدونی و بریم این مثلا MBTI رو بشکافیم جیوتیش رو هم بشکافیم نقاط مشترکشون رو پیدا بکنیم نقاط اختلافشون رو هم اگر چیزی به نظرمون هست پیدا بکنیم راجعش صحبت بکنیم بعد مثلا جفتمون رو تو جفت این سیستما اطلاعاتی که بهمون میدن رو استخراج بکنیم مقایسه بکنیم راجبش صحبت بکنیم و در نهایت متوجه شیم که چجوری اینا جفتشون در کنار همدیگه میتونن به پیشرفته یه سری چیزا کمک بکنن میدونی؟ یعنی در نهایت برسیم به یک سری نتایجی که چجوری این دوتا اتفاقاً برخلاف هم نیستن همراه همدیگه یعنی باید به یه جوری برسه که هر جای این نقطه خالی داره از اطلاعاتی که از اون یکی هست استفاده بکنیم هر جا اون یکی نداره از این یکی استفاده بکنیم به عنوان به شکل اطلاعاتی که لازم داریم برداشت بکنیم و برداشت بکنیم برای رشد شخصی و مسیر پیشرفت همونی که یکم هم پیش گفتم متوجه یه همچین فضایی میخوام سعی بکنم درست بکنم و بعد این میشه تازه نقطه اولش و بعد یه وقتای ممکنه روان روانشناسی خودشناسی یه همچین چیزایی مثلا اون طرفا بعد بحث های یه بر دیگه یه که ممکنه بهش بریم سر بزنیم بحث علمی تکنولوژی موزی، موزیک, موزیک، نمیدونم نردبازی های سینمایی هنری نقاشی نمیدونم از اینجور کارا نمیدونم یعنی در نهایت حول من و سلیقه های داره میچرخه بر همین کامیونیتی خودمونیم دیگه و خیلی چیزای خیلی اتفاقی سری که میخوام بگم ولی مثلا یکی یک دو تا اپیزود مثلا پیش میاد که با شایان فقط راجب قهوه مثلا صحبت بکنیم یا مثلا چه میدم با با, با امیر عمر روش چای صحبت بکنیم چون شایان من خیلی منو شایان خیلی نرد قهوه ایم از خود دونهش تا مثلا دستگاهش و اینا چای رو هم مثلا تا یه حجم درست حسابی میشناسیم امیر هومن قهوه رو میشناسه چای رو حرفه‌ایه واسه همین سر چای قشنگ باید بیای بشینی امیر هومن برای توضیح بده همه چی چی و با چی چی جوری دم بکنی و, مثلا کلی اطلاعات داره بده یعنی منظور اینه که شما ام، ام، که ما ممکنه راج از اینجور چیزها چیزا صحبت بکنیم تا مثلا جای اطلاعاتی که ناسا داده یا مثلا یه اتفاقی امروز صبح افتاده مثلا راجبش صحبت بکنیم چیزای این شکلی این پادکست دیر وقت ما قرار نسخه تصویریش رو همینطوری توی یوتیوب ببینیم نسخه صوتیش رو هم توی قسمت پادکست های اسپاریفای و کست باکس و بقیه پلتفرم که پادکست میذارن آپلود بکنیم که شما بتونید همه اینجاها گوش بدین امیدوارم که شما هم توی این مسیر بیان تجربه و به اشتراک گذاشتن چیزهایی که آدم و تجربه کردن همراه ما بشین و امیدوارم که یه جوری براتون مفید باشه همین جوری که برای ما مفیده آها یه چیز جالبم که میخواستم بگم اونم این بود که این پادکستی هم که الان دوباره ما داریم سعی میکنیم درست بکنیم دوباره یه فرمول کارکرده کرده مطمئنه من اخشبه با وقتی که انجام دادم از روی لوای دی پای درست کردم last week I asked you لوای یه برنامه است که یعنی هفته پیش از شما خواستم یا یعنی از شما پرسیدم که پیودی پای درست میکرد و میم مرش میفرستادن و اینا جلوتر دیوی 5 و فور درست کرد اون اسمش شد ستایایز. ستایای some days ago I Ask you stay Some days ago I ask you. Um, چند روز پیش از شما پرسیدم و اونم باز دوباره همین کارو میکرد و اخشباب هم در, 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 واقع ایده, ایده ای اولیش یه ایده کار شده مطمئن سیف بود ازتون خواستم شما برام بفرستین اخشباب و پنج تا دا سیزن داشت پخش شد فعلا دیگه فکر نمی کنم درست بکنم ولی همگی دیدیم که چقدر چیز موثر و چیز باحالی شد ممکنه که توی یوتیوب به خصوص هاش خیلی کم بود توی اینستاگرام خوب ویو خورد منم راضی هم همه چیش کی بود ولی توی یوتیوب خیلی کم ویو خورد دقیقا نمیدونم چرا ولی حالا اصل ماجرا اینه که خود شوی اخشباب شوی خوبی شو شوی بازدیدی شد شوی پرواز شد شوی به شدت تاثیرگذاری شد دیدیم چقدر بچه ها شرکت کردن چقدر از شرکت کننده ها الان خوشون آرتیست های حسابی شدن چه آرتیست هایی که الان خیلی گندن اون موقع توی اخشباب همشون یکی دوتا کار داشتن خیلی از بچه هایی که اون موقع که акчаها شرکت کردن اصلا کار نداشت، نداده بودن تا الان الان خودشون ترکوندن برنده ها همشون دارن موجب بعدی اون شکل هیپ هاپ مینستریم رو دارن شکل میدن و تاثیر акча رو من خودم به چشم میبینم به غیر از چیزایی که همه برام تعریف میکنن که باعث میشه این درگیرمی رو داشته باشم که الان بتونم بگم بله تغییر مفیدی تونستم ایجاد بکنم میدونی حالا اینم دقیقا دارم همین کارو میکنم دقیقا روی کردی که نسبت به این پادکست دارم روی کردی جوروگنیه نمیدونم اونو جوروگنیه انگار چیزه انگار یه محصوله جوروگن آقای پادکستر کمدین یو اف سی فایتر بازنشسته یه پادکستی داره تحت عنوان د جو روگن اکسپریانس یعنی تجربه جو روگنس منم هم دقیقا همه پوینت پادکستم هم همینه اصلا فرض کن تجربه آلین جو هر چی البته که حالا اون خیلی دیگه اسکیه یه تیک است من با دیر وقت فعلا ردیفم ولی دقیقا تو فرض کن من دارم میگم ده جور میدونید چی میگم به خاطر اینکه دقیقا همینه پوینت ماجرا اینه که ما مغزمون م... منظورم اینه که چی میگن ذهنمون باز باشه مغزمون مغزمون باز باشه که نه ذهنمون باز باشه صحبت طرف مقابل رو بشنویم سعی بکنیم بهش این امنیت رو بدیم که بتونه بدون اینکه بترسه که قضاوت بشه اطلاعاتش رو با ما در میون بذاره و بدونه که بعدش آدم تص... منی من مخاطب تصمیم میگیرم که چقدرش که به بز... کارم میاد رو استفاده بکنم چقدرش رو فقط بگم واو چه پوینت چقدر دیده متفاوتی از من داره شاید اصلا یه دیدی داشته باشه که من نمیدونستم تا حالا وجود داره ولی به کارم نمیاد خوشحالم از اینکه میدونم یک چیز جدیدی وجود داره در دنیا و بعد میذارمش کنار و زندگی ما ادامه میدم اینی چی میگم یعنی حتی اون اطلاعاتی که برای تو بی مصرف هم واقعا بی مصرف نیست تو متوجه یه مدل طرز فکر یه مدل ایده یه مدل یه چیزی شدی که نمیدونستی حالا الان میدونی که اونم وجود داره حالا ولی استفاده نمیکنی میندازیش اونور نقطه مثبتش برای تو میشه یک مثبت خیلی کوچولو نمی که یه ذره بیشتر فهمیدی که چی وجود داره میدونی حالا به کارت نمیاد خب میریزی دور اوکی خیلی کمه تاثیرش ولی مثلا یه وقت هست به کارت میاد چه قدم به کارت میاد یه وقت هست خودت یه تاثیری میذاری که کس دیگه ای اطلاعات تو به کارش بیاد چقدرم بیاد میدونی یه همچین تجربه مشترکی رو من خیلی قصد دارم که درست بکنم با این کاری که دارم استارتش رو الان میزنم این تجربه هایی که در میون بذاریم و در پسش بتونیم منتال هلت خودمون رو شاید یه ذره بهتر خودمون رو بشناسیم و بعد منتال هلمون رو بتونیم یه خورده بهترش بکنیم از تجربیات همدیگه استفاده بکنیم اگر با کسی خیلی احساس اشتراک توی یک موضوعی می کنیم تجربیاتش رو بگیریم که یه سری کارا رو دوباره نکنیم وقتی که یه کسی مشابه خودمون اون مسیر رو رفته و نتیجه ای گرفته که ما هم اگر بریم به احتمال خیلی زیاد همون نتیجه رو میگیریم به خاطر اینکه توی این موضوع با هم دیگه احساس هم مسیری می کنیم و روی کردمون یکیه میدونی اتفاقات اینطوری و اینکه همین فکر میکنم که اینا چیزایی بود که بله باید میگفتم اینکه که راجب جوروگن هم باید میگفتم و بریم تا اپیزود اول با هم دیگه ببینیم البته منظورم بعد از این ویدیو یه چند روز دیگه آپلود میشه اپیزود اولش و خواهش میکنم که توی یوتیوب سابسکرایب داشته باشین منو من هنوز من سابسکرایبرم هزار تا نشده که واقعا خیلی ناراحت کننده است یوتیوب uh, سابسکرایب بکنین این ویدیو رو تو یوتیوب حسابی بهش لایک کنین کامنت بدین عشق بدین شیر بدین uh, و uh, توی اینستاگرام استوریش بکنین با بگین بقیه بیان نگاه بکنن و ما با انرژی بریم سراغ این ماجره امبیتی های وا کنیم بریم تو ببینیم چه خبره فکر کنم همین این از دیر وقت اپیزود سفر از چنل یوتیوب آلینجا میاد این کیه کی این کارو میکنه خدافظ